سلام، در برنامه این هفته نگاهی به پیدایش سینمای ناطق در 93 سال پیش و گفتگویی با یک منتقد فیلم در مورد اثرات آن بر هنر هفتم. و در همین رابطه میپرسیم که آیا با توجه به گسترش نمایش آنلاین فیلم‌ها، سالن‌های سینما با خطر تعطیلی مواجه است؟ گزارشی از زندگی و فیلم‌های لوی دو فونس، یکی از محبوب‌ترین کمدین‌های سینمای فرانسه، گفتگو با مهدی فرد قادری درباره آخرین فیلم او بی‌وزنی که در فستیوال فیلم ونیز به نمایش درآمد و در انتهای برنامه گفتگویی داریم با لیراز، خواننده و هنرپیشه اسرائیلی ایرانی و یکی از ترانه‌های او را برای شما پخش می‌کنیم. اختراع سینمای ناطق در 93 سال پیش تحول مهمی در هنر سینما ایجاد کرد. پیش از آن برای بیش از 30 سال فیلم ساخته می‌شد ولی دیالوگی از هنرپیشه‌ها شنیده نمی‌شد. ولی در اکتبر سال 1927 میلادی نخستین فیلم بلند سینمای ناطق در آمریکا بر روی پرده سینماها رفت و تماشاگران از این تحول در صنعت سینما شگفت‌زده شدند. در 30 آبان 1312 شمسی نیز اولین فیلم ناطق ایران به نام دختر لور در یکی از سینماهای خیابان لاله‌زار تهران بر روی پرده سینما رفت. درباره تأثیرات زیباشناسی ورود صدا به سینما با امیر پوریا منتقد فیلم گفتگو می‌کنیم، ولی ابتدا گزارشی داریم از تینوش نزجو درباره چگونگی پیدایش سینمای صدادار در سالگرد اکران اولین فیلم ناطق. ۹۳ سال پیش در چنین روزهایی 8 اکتبر 1927 نخستین فیلم ناطق تاریخ سینما خواننده جاز در وارنر تئاتر نیویورک برای اولین بار پخش می شود. یه لحظه صبر کنید، شما هنوز هیچی نشنیدید. این جمله مشهور آل جالسون، بازیگر نقش اول فیلم خواننده جاز، دیالوگ به یاد ماندنی تاریخ سینما می شود. این فیلم که اقتباسی است از یک نمایشنامه، ماجرای پرفراز و نشیب جکی رابینوویچ، جوانی یهودی را نشان می دهد که می خواهد برخلاف میل پدر خاخامش خواننده جاز شود. بل اجبار صورتش را سیاه می کند تا کسی او را روی صحنه نشناسد. هنر هفتم هم از آن روز به بعد شکل دیگری به خود گرفت. 30 سال تمام هیچ تماشاگری در سینما کلامی از دهان هیچ هنرپیشه‌ای نشنیده بود و نخستین هنرپیشه‌ای که در سینما ناطق می شود، آل جالسون، بزرگترین خواننده زمان خودش است، نخستین ستاره پاپ در جهان. اما برگردیم به آغاز ماجرا. 32 سال پیشتر در سال 1895 تماشاگران فرانسوی شاهد به دنیا آمدن سینماتوگراف، اختراع برادران لومیر بودند. در این 32 سال فیلم‌های سامت گفتگوهای شخصیت‌ها را با کمک میان نویس به مخاطب می‌رساندند. پیانیستی هم در سالن پیانو می‌زد تا با موسیقی صدای گوش خراش پروژکتور را بپوشاند. گاهی حتی فیلم‌ها هنگام پخش روی پرده همزمان و به صورت زنده صداگذاری می‌شدند و در برخی کشورها به شیوه نقالی صحنه‌ها را تفسیر می‌کردند. صاحبان تالارهای سینما خلاقیت زیادی برای پر کردن گوش‌های تماشاگران از خود نشان می‌دادند. با تکان دادن استوانه‌ای پر از نخود صدای باران را در می‌آوردند و برای صدای رعد و برق و طوفان گاری کوچکی با چرخ های چند ضلعی را در سالن حرکت می‌دادند. در این میان خود تماشاچی‌ها هم کم هیاهو نبودند و در صحنه‌های حساس فیلم غوغا به پا می‌کردند. سینما در آن سال‌های جوانی صامت بود اما پر از سر و صدا. با
این وجود هیچ صدایی از داخل فیلم نمی آمد و رسیدن به تکنولوژی همگام سازی تصویر و صدا تا اواخر سالهای 20 میلادی طول کشید. البته تلاش‌ها برای ناطق شدن سینما به قدمت خود پیدایش سینماست. ادیسون دیگر مخترع سینما که تلاش داشت فونوگرافش را با کینتوسکوپ در سال 1894 همگام کند. لئون گومون در نمایشگاه بین المللی سال 1900 که صحنه‌های کوتاه آوازهای فرانسوی را با صدا روی پرده به نمایش در آورد. اما سرانجام استودیوی برادران وارنر با سیستم صداگذاری ویتافون موفق می‌شوند اولین فیلم‌های ناطق را با هیاهو و تبلیغات زیاد 3 میلیون دلار برای مجهز کردن سالن‌های سینما وارد بازار کنند و با برداشتن این ریسک بزرگ از ورشکستگی نجات یابند. جالب اینجاست که سرگذشت جکی رابینوویچ، خواننده یهودی در فیلم خواننده جاز، بسیار شبیه سرگذشت برادران وارنر است و فراتر از آنها سرگذشت مهاجران یهودی آمریکایی که از اروپا آمده بودند و نخستین استودیوهای سینما را در هالیوود ساخته بودند. فقط 2 دقیقه فیلم خواننده جاز ناطق است و در نوار صوتی فیلم تنها 281 کلمه تعبیه شده بود. اما همین 2 دقیقه، همین 281 کلمه، دنیای سینما را به خصوص برای مخاطبان متحول می کند و سینما وارد عصر جدیدی می شود. تماشاگران که دیگر حالا شنوندگان هم شده اند، همزمان با تصویر صدای هنرپیشه‌های مورد علاقشان را کشف می کنند. اما اگر بسیاری از ستاره‌های پرطرفدار و پر آوازه سینمای صامت مانند گلوریا سوانسون به خاطر صدای تو دماغیشان یک شبه کنار گذاشته شدند، بسیاری دیگر هم چون باستر کیتون، ماری پیکفورد، گریفیتس، لیلیان گیش و مکس لیندر نتوانستند خود را با شرایط جدید هماهنگ کنند و به تدریج به حاشیه رفتند و یک روزه چهره‌های جدیدی چون هامفری بوگارت مطرح شدند. برخی هم مانند چارلی چاپلین که در ابتدا منتقدان سرسخت سینمای ناطق بودند و بر این حرفشان پافشاری می کردند که هرگز فیلم ناطق نخواهند ساخت، بل اجبار خودشان را وفق دادند و بزرگترین شاهکارهای سالهای اول سینمای ناطق را خلق کردند. لسپیناش و لپوشو سیگریت پوت بلو سیراکیش بخلتو جلتولت جلتوار. دوره جدید عصر طلایی سینمای هالیوود با همین انقلاب تکنولوژیک آغاز شد. در ایران خودمان 6 سال پس از نمایش اولین فیلم ناطق در آمریکا، نخستین فیلم صدادار ایرانی دختر لور که در بمبئی ساخته شده بود در خیابان لاله‌زار تهران روی پرده رفت و با استقبال بی‌سابقه‌ای روبرو شد و زمینه شکوفایی صنعت نوپای سینما در ایران شد. میخوای با من بیای بریم تهران؟ کارگردان مشهور فرانسوی روبر برسون درباره این تحول بزرگ در هنر هفتم میگوید آنچه سینمای ناطق برای دنیای سینما به ارمغان آورد سکوت بود. برای برسون کاربرد صدا در سینما با تصویر کاملا متفاوت است و قرار نیست صدا شرح تصویر باشد. صدا هرگز نباید به داد تصویر و تصویر هم هرگز نباید به داد صدا بیاید.
در سینما صدا و تصویر مانند آدم‌هایی می‌مانند که در راه با هم آشنا شدند و دیگر نمی‌توانند از هم جدا شوند. سرگذشت سینمای معاصر که این خودش داستان دیگری است. حالا امیر پوریا با ماست تا بیشتر درباره سینمای ناطق و تفاوت‌هاش با سینمای به اصطلاح صامت گفتگو کنیم. آقای پوریا، از همینجا شروع می‌کنیم. تفاوت‌های عمده‌ای که در سینمای به اصطلاح ناطق و صامت وجود داره چیا هستن؟ چه چیزایی اینا رو متمایز می‌کنه؟ یادمه که حدود 10-15 سال پیش در رادیوی یکی از شبکه‌های رادیویی داخلی تو خود ایران من دعوت کرده بودم و بعد موضوع برنامه، حالا دقیقا یادم نیست که همین عنوان سینمای ناطق بود یا چیزی مشابه این، بعد مجریش حالا یه مقدار شناخت هنری و سینماییش کم بود، گفت که میخواست وصل کنه به موضوع صحبت، گفت که شنوندگان عزیز خیلی مژده میدم به طرفداران سینمای ناطق، امروز میخوایم درباره سینمای ناطق. من یک کمی خندم گرفت به دلیل اینکه اساسا مردم چیزی غیر از سینمایی که صدا داشته باشه و به تعبیر فنی ناطق باشه رو به جا نمیارن. در واقع اگر بخوای برای عموم به طور کلی سینمای صامت رو توصیف کنی، قطعا ذهنشون ارجاع میده فقط به کمدین‌های کلاسیک دوره صامت چاپلین، کسان دیگری مثل هارولد لوید و اینها که اونم از تلویزیون دیدن. نکته این است که بخش عمده‌ای از سینمای صامت با زیبایی شناسی تمام و کمالی که داره، یعنی هیچ خلأ و خللی نداره برای روایت کردن داستان، انتقال بار احساسی روایت و وضعیت و موقعیت شخصیت ها، اون نوع سینما فقط برای دانشجویان سینما و پیگیران تاریخ سینما آشناست، در حالی که خیلی از مکاتب هنری مهم مثل اکسپرسیونیسم و سورئالیسم در همون دوره زیبایی شناسی خودشون رو شکل دادن و میشه مخاطب شما رو به عنوان افراد اهل مطالعه فرهنگی ارجاع داد به هم کتاب از نشانه‌های تصویری تا متن آقای بابک احمدی و هم مقاله معروف ایشون با عنوان سینمای خاموش سینمای کامل که توضیح میده که چگونه نبود صدا برای سینمای صامت یک کاستی نبود، به طور کامل میتونست موقعیت‌های دراماتیک خودش رو از همون طریق روایت بکنه و در این حال حتی به یه نوع کشف و شهود هم برسه، به دلیل اینکه ذهنی که فقط از طریق تصویر پیگیری میکنه مجبوره که بیشتر دنبال، نمیخوام فقط بگم مفهوم به معنی اینکه بگیم منظور کارگردان این بود، ولی دنبال خط و ربط کانسپت ها بگرده. شاید برای همین بود که افرادی مثل چارلی چاپلین مدتی مقاومت میکردن، میگفتن این سینمای به اصطلاح صامت مگه چه عیبی داره، ما میخوایم دیالوگ هنرپیشه ها رو ازش پخش کنیم. آره، یعنی مخالفت هم میشد دیگه یه دست. بله، فراوان. و این مخالفت حالا بیشتر زمینش به همین تفاوت نوع تأثیرات سینما برمیگشت، یعنی این نکته که الان هم همچنان در خیلی از حالا عبارات شفاهی بیشتر دیگه گفته میشه، خیلی الان دیگه جایی در تئوری‌های جدی نداره این جمله‌ای که همه تکرار میکنن سینما زبان تصویر است، که خب این جمله دیگه یه مثلا میشود گفت 90 سالی به همین عمر زمانی که از سینمای ناطق و صدادار شدن سینما گذشته، دیگه این جمله کهنه است، به دلیل اینکه حتی سکوت و حتی حذف صدا به معنای تلاش برای نزدیک شدن به چیزی از جنس سینمای صامت توی فیلم‌های همین الان، توی فیلم‌های همین دهه‌ها هم باز داره به خود صدا تکیه می‌کنه. یعنی همون جمله‌ای که در گزارش شما از برسون نقل شد، اینکه سینما وقتی ناطق شد سکوت ارزش بیشتری پیدا کرد، بدین معناست که فقدان صدا در سینمای ناطق با فقدان صدا در سینمای صامت که فقط یک زمینه فنی داشت فرق می‌کنه و اینجا ما حتی از سکوت هم کاربرد شنیداری استخراج می‌کنیم و گاهی فیلم‌هایی که یک بخش مشخصی رو به عمد بدون دیالوگ پیش می‌برن، این خطاست که تصور کنیم فقط ضدیت با کلامه و اصلا خطای بزرگتر اینه که فکر کنیم صدا در سینما محدود میشه به کاربرد کلام یا هر جایی که سکوتی اتفاق افتاد تصور کنیم که تصویر بر صدا چیره شده و ارجحیت زیبایی شناختی بیشتری پیدا کرده. اینا همه خطاهای رایجی است. بله بله.
خود سینمای صامت هم که خب ما می‌دونیم زیاد صامت هم نبود، برای اینکه توش موسیقی می‌زدن، پیانو می‌زدن، سر صدا بود و غیره. حالا من می‌خواستم اینم از لحاظ زیبایی شناسی ورود صدا به سینما چه چیز جدیدی اضافه کرده به سینما؟ ظاهرش اینه که تصور میشه رئالیته ماجرا رو بیشتر کرده. یعنی اگر دور تصویرها مثلا با تغییر از 16 فریم در ثانیه به 24 فریم در ثانیه نزدیک شد به اینکه سرعت حرکتی که ما میبینیم به حرکت در دنیای واقعی نزدیکتر باشه، صدا هم باعث شد که واقعیت زندگی صدادار بنابراین نزدیکتر به آنچه که ما در زندگی از طریق قوای بصری و شنیداری تجربه میکنیم بر پرده سینما نقش ببنده. ولی فقط این نیست واقعا، یعنی بخش عمده از ماجرا به همون زیبایی شناسی برمیگرده که شما اشاره کردید. فقط یه مثال خیلی روشن قابل لمس برای همگان بزنم، این که صدای خارج از کادر به شکل پیچیده‌ای در سینما از وقتی که صدادار شد سینما میتونه کارکرد داشته باشه. فقط یه مثال، این نه یکی از جلوه ها و عناصر فنی. این که اگه من الان در حالی که با شما حرف میزنم بدون اینکه شما چیزی بشنوید ناگهان به جهتی خارج از کادر نگاه کنم، شما مطمئن میشید که یه خبری بوده، حالا یا صدایی نداشته یا شما صداشو نشنیدید. در واقع توجه دادن بیننده به اتمسفر، اون چیزی که در نظام استودیویی با حذف کردن دیوار چهارم از بین میرفت و همه احساس میکردن در یک محدوده محصور و بسته دارن شخصیت‌های درامو میبینن، این با صدا از بین رفت و پرسپکتیو خود تصویر بیشتر شد به دلیل اینکه جهت صدا رو چشم بیننده دنبال میکنه حتی خارج از قاب تصویر. خب همونطور که با تو گزارشم دیدیم سینمای ناطق به اصطلاح به ایران هم اومد 6 سال بعد از اولین سینمای ناطق در آمریکا، خواننده جاز. در مورد دختر لور برای ما بگید. درباره اون فیلم به هر حال ماجرای اصلی و نکته مهم اینه که استفاده خیلی خلاقانه و به لحاظ داستان پردازی شیطنت آمیز و بازیگوشانه ای از حضور دیالوگ و موسیقی داره میکنه دیگه. یعنی فقط یه قدم اول و زغزد تو هم با زغزدگی نسبت به امکانات فنی صدا نیست و یه مقداری فراتر میره و سینما رو، در واقع سینمای دارای صدا رو، به عنوان ابزاری به کار میگیره که میتونه وجوه تازه‌ای هم داشته باشه، وجوهی که شاید در اون شرایطی که در ایران تولید خیلی محدودی قبلش اتفاق افتاده بود نمیتونست قابل تصور باشه برای فیلم. اینکه شخصیت‌ها لهجهشون، برخوردهای کلامی به ملاحت روایت اضافه بکنه. ولی به طور کلی در سینمای ایران در خیلی دهه‌های بعد که نگاه بکنیم، ماجرای تقابل بین دوبله و صدابرداری سر صحنه نکته مهمیه که به هر حال صدای سر صحنه تقریبا از نیمه دهه 60 با کلی بخشنامه و اجبار و اینها به تدریج جا افتاد، در حالی که نکته خیلی اساسی اینه که ما وقتی داریم فیلم‌هایی رو در دهه‌های اولیه سینمای دارای صدا در جهان می‌بینیم، صدای جان وین و همفری بوگارت خودشونن. حتی نه فقط به دلیل اینکه فیلم‌ها در استودیو فیلم برداری می‌شد و خیلی اوقات صدا همزمان گرفته می‌شد، حتی جاهایی که دوبله اضافه میشد خود بازیگرها حضور داشتن. و اساسا این پدیده که ما یک بازیگر ایرانی مثل مرحوم فردین رو با صدای یک دوبلور چیره دست مثل چنگیز جلیلوند بشناسیم، یا وقتی میگیم صدای قیصر دیگه بهروز وثوقی منها میشه و آقای منوچهر اسماعیلی رشید با صدای رشیدش به میان میاد، این اصلا در جهان وجود نداره. یعنی بازیگرها از همون ابتدا با صدای خودشون حضور دارن و این یه شکاف بزرگی در سینما ایران ایجاد کرد که هرچند الان بازیگرها تصور میکنن اصلا یعنی چی بازیگری من بدون صدای خودم، اما دهها بازیگران بودند که نمیتونستن با صدای خودشون کار بکنن، یا حالا تواناییشو نداشتن یا شرایط فنی استفاده از صداشون وجود نداشت. بسیار خوب، خیلی از شما ممنونم امیر پوریا. خیلی ممنون. ممنون از شما. ولی سینما به معنای سنتی آن، یعنی رفتن به سالن سینما برای تماشای فیلم، امروزه پس از بیش از 120 سال با چالش‌های مهمی روبرو شده. ورود کمپانی‌های بزرگی مثل نتفلیکس
به صنعت سینما و ساختن فیلم‌های پرهزینه و نمایش آنها به صورت آنلاین و بر صفحه تلویزیون بسیاری از دوستداران سینما را نگران کرده و بعضی از کارگردان‌های بزرگ سینما همچون استیون اسپیلبرگ هم احساس خطر کردند. چالش دیگری که اخیراً سینما با آن مواجه شده همه‌گیری ویروس کرونا است که باعث شده که مردم کمتر برای تماشای فیلم به سالن‌های سینما بروند. درباره وضعیت فعلی سینماها گزارشی داریم از مهرسا رهنما. سالهای میانی دهه 50 میلادی سالهای اوج کار استودیوهای فیلمسازی در هالیوود بود و به نظر می اومد تا همیشه کنترل صنعت سرگرمی در دست این کمپانی ها باشه، ولی در همین دوره هم بود که تلویزیون جای خودش رو در خانه های مردم باز کرد و از طرفی هم شبکه های تلویزیونی روز به روز بیشتر و قوی تر شروع به کار کردن و برای نخستین بار این پرسش مطرح شد که آیا تلویزیون قرار جای سینما رو بگیره؟ کوچک بودن صفحه تلویزیون، کادر مربع شکل و کیفیت نسبتاً نازل تصویر باعث شد که تلویزیون هم خطری برای سینما محسوب نشه و هم از طرفی استانداردهای تصویری خودش رو به وجود بیاره و اگرچه در دهه‌های بعد هر سال مدل‌های جدیدتر به بازار عرضه می‌شد و شبکه‌های تلویزیونی هم تولیدات بیشتری را عرضه می‌کردند، ولی همچنان سینما و تلویزیون رقیب سرسختی برای هم نبودند. Box offices in one week than for the prestigious Jaws. In London after a month almost 600,000 flocked to see the film. An all-time record. در دهه 70 میلادی دستگاه‌های پخش نوارهای ویدیویی رواج پیدا کرد و به این معنی بود که اگر کسی صرفاً قصد داشت تا یک فیلم رو برای سرگرم شدن ببینه، احتیاجی به سینما رفتن و هزینه کردن برای بلیت نداشت، که همین هم باعث شد تا سینماهای آی مکس، پرده عریض دارای صدای دالبی و در مواردی سه‌بعدی بیشتر و بیشتر ساخته بشن تا جذابیت‌ها و برتری فیلم دیدن در سالن سینما رو بر تلویزیون و در خانه ها حفظ کنن. سالها رفتن به سینما بخشی از زندگی مردم شهرنشین جهان بوده و سینما به نوعی ارزان‌ترین وسیله سرگرمی بوده و سینما رفتن بخش قابل توجهی از سبد فرهنگی هر خانواده رو تشکیل می‌داده. اغلب مردم خاطرات بسیاری از سینما هم به مثابه هنر و هم خود سالن سینما دارن. از دهه نخست قرن 21 و با رواج تلویزیون‌های با لامپ تصویر مسطح و بزرگ و رواج سینمای خانگی، بار دیگه این موضوع مطرح شد که آیا اینکه مردم بتونن در خانه و با کیفیت مناسب فیلم تماشا بکنن باعث رکود سینما خواهد شد؟ سرعت پیشرفت امکانات سینمای خانگی روز به روز بیشتر می شد و از طرفی هم ظهور شبکه های آنلاین پخش فیلم مانند نتفلیکس و آمازون پرایم و ارائه و تولید فیلم ها و سریال هایی با کیفیت و پروداکشن قوی باعث شد در سالهای اخیر سینما رفتن برای قشر فروده است و متوسط جامعه
از یک سبک زندگی تبدیل به تفریحی هر از گاهی و نچندان ارزان قیمت بشه. در برخی پلتفرم های پخش فیلم کاربرها حتی میتونن فیلم های روی اکران رو با پرداخت هزینه اندکی خریداری و تماشا کنن. طرفداران تماشای فیلم در سالن سینما معتقدند لذت دریافت فیلم به مثابه یک اثر هنری در سالن تاریک سینما و در جمع افراد دیگه نوعی کیفیته که سینماهای خانگی قادر به عرضه اون نیستن. ولی شلوغ‌تر شدن زندگی شهری و مشغله‌های زیاد انسان قرن 21 هم باعث شده خیلی ها عطای سینما رفتن رو به لقایش ببخشند. در چند ماه گذشته و با گسترش ویروس کرونا و قرنطینه عمومی، اکران آنلاین فیلم ها بیشتر از پیش مورد توجه قرار گرفت و در برخی موارد تا حدودی خواسته های سرمایه گذاران فیلم ها رو هم تأمین کرد. و این روزها اکران آنلاین فیلم البته به کمک ویروس کرونا تبدیل به راه حلی برای سینماگران شده. در ایران هم سرویس پخش فیلم فیلیمو با وجودی که چند سالی از فعالیت اون میگذره، ولی در همین دوره قرنطینه عمومی رواج زیادی در خانواده های ایرانی گرفت و قیمت مناسب این سرویس و استقبال برخی از تهیه کنندگان که فیلم هاشون در نوبت اکران بود باعث شد تا ایرانی ها هم همزمان با بسیاری از مردم جهان اکران آنلاین رو تجربه کنند. که اکران آنلاین یک فیلم به گیشه فیلم کمک میکنه روی روشن این پدیده است، ولی آیا اکران آنلاین سبب از میان رفتن سالن‌های سینما خواهد شد؟ و آیا پس از دوران قرنطینه باز هم مردم برای تماشای فیلم به سینما خواهند رفت؟ در ادامه برنامه گزارشی از نمایشگاهی در سینماتک پاریس درباره زندگی و فیلم‌های لوی دوفونس، هنرپیشه محبوب فرانسوی‌ها. گفتگو با مهدی فرد قادری، کارگردان فیلم بیوزنی که در فستیوال فیلم ونیز اخیراً به نمایش درآمد، و پخش ترانه‌ای از لیراز، خواننده اسرائیلی ایرانی که از بازیگران سریال تلویزیونی تهران هم هست. خوش اومدید به بخش دوم برنامه. در فرانسه شاید هیچ هنرپیشه‌ای به اندازه لوی دوفونس محبوب نباشد. او در بیش از 130 فیلم عمدتاً کمدی بازی کرد و چند نسل از دوستداران سینما در فرانسه را مجذوب خود کرد. در ایران هم فیلم‌های او که عمدتاً با دوبله استادانه عزت‌الله مقبلی همراه بود، طرفداران زیادی داشت. اخیراً سینماتک پاریس نمایشگاهی برای بزرگداشت او برپا کرد که گزارشی از آن را می‌بینیم. شاید با این یونیفرم است که مردم جهان بیشتر او را به یاد می‌آورند. لوی دوفونس، کمدین فرانسوی که در سال 1964 با خلق شخصیت لودویک کروشو در فیلم ژاندارمی از سنت خوپه به ستاره بین‌المللی تبدیل شد. به دنبال این موفقیت، مجموعه سینمایی از ماجراهای این ژاندارم ساخته شد که در جهان بسیار دیده شد و این بازیگر را بیش از پیش محبوب کرد. بازیگری که نسل هاست که در خاطره جهان باقی مانده است. و حالا در پاریس، پس از تأخیری چند ماهه به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا، نمایشگاهی از آثار او در سینماتیک پاریس برپا شده است.
محبوب ترین کمدین فرانسوی که گفته می شود سبک طنزش الهام گرفته از شخصیت های معروف آمریکایی لورر و هاردی است. این نمایشگاه بیش از 300 نمونه از آثار او را به نمایش گذاشته. ماکت، عکس، پوستر، لباس، وسایل صحنه و دست نوشته هایش. یکی از اتاقهای این نمایشگاه به یاد باغ گل رز دوفونس تزیین شده و در آن بریده های نشریات و گفتگوهای تلویزیونی دیده می شود که حاوی اعتراض دوفونس به تخریب محیط زیست است. در قسمت‌های از نمایشگاه فیلم‌های او هم به نمایش درآمده است. فیلم‌های معروفش مانند رستوران بزرگ که در آن نقش رئیس دیکتاتور یک رستوران را بازی می‌کرد. و یا فیلم جنجال بزرگ که در زمان خودش یکی از موفق ترین و پرفروش ترین فیلم های تاریخ سینمای فرانسه بود و بیش از 17 میلیون نفر به تماشای آن نشستند. ما فکر کردیم خیلی بدیهیه که نمایشگاهی با آثار بزرگترین هنرپیشه کمدی فرانسه که برای 5 نسل قهرمان باقی مونده در سینماتک برگزار کنیم. سینماتک خونه اونه. لوی دوفونس کار خود را با نواختن پیانو در کافه ها شروع کرد. زمان زیادی برد تا راه خود را به سینمای فرانسه باز کند. در ابتدا نقش‌های کوچکی ایفا می‌کرد. نقش او در فیلم مثل یک مو روی سوپ که نقش آهنگسازی شکست خورده را ایفا می‌کرد، توجه اهالی سینما را جلب کرد و دوفونس جایزه معتبر طنز سینمایی کورتلین را برد. بعد از آن فیلم‌های زیادی بازی کرد که او را به شهرت جهانی رساند. دوفونس بازیگری بود که وقتی در صحنه حاضر می‌شد، همه چیز را تحت اختیار خود در می‌آورد. از طراحی رقص تا بازی بازیگران مقابلش. و به واسطه سبک بازیگریش، ژست‌ها، طیف وسیع از حالت چهره، بی‌صبری و خودپسندی اغراق شده‌اش، قادر به خنداندن مردم و پذیرفته شدن در اغلب فرهنگ‌ها و کشورهای جهانی. شخصیتی که خلق کرده مثل تنتن، میکی ماوس یا اسکروج مکداک، شخصیت هایی که همیشه میتونن با آدم ها ارتباط برقرار کنن. اون شخصیتی فراتر از زمان خودش بود، با اینکه در زمان خودش خلق شده اما در جریان و امروزیه. دوفونس برای 5 نسل باقی مونده و چیزی که خیلی به چشم میاد اینه که بازی و رفتارش به هیچ وجه از مد نیفتاده. او در کارهایش معمولاً قهرمان بدجنس را به نمایش می‌گذاشت که بسیار محبوب بود، اتفاقی که کمتر در سینما رخ می‌دهد. دوفونس با خلق کاراکترهایش با موضوعات حساس جامعه و جهان شوخی می‌کرد، مانند یهود ستیزی در فیلم ماجراهای رابی جکاب و یا شوخی همیشگیش با روابط خانوادگی و اجتماعی که در حال منسوخ و کهنه شدن بودند. دوفونس بیش از 130 فیلم بازی کرد و هر روز بر محبوبیتش افزود.
در سال 1980 جایزه افتخاری سزار را که معروفترین جایزه سینمایی فرانسه است به دلیل یک عمر فعالیت هنری از دستان جری لوئیس دریافت کرد و سرانجام در 68 سالگی بر اثر حمله قلبی درگذشت. اما همچنان کارهایش نسل به نسل دیده می شود. یکی از فیلم‌های ایرانی که اخیراً در فستیوال فیلم ونیز نشان داده شد، فیلم بی‌وزنی ساخته مهدی فرد قادری است. فیلم قبلی او با عنوان جاودانگی هم در جشنواره‌های مختلف جهانی حضور یافته بود. بی‌وزنی قصه چند زن را در یک شب عروسی روایت می‌کند. فیلمی که به گفته منتقدان فیلم فرمگرا و غیر معمول است. این فیلم در چند جشنواره دیگر جهانی شرکت کرده و جایزه هایی را هم در آمریکا، پرو و یونان برده است. گفتگوی محمد عبدی منتقد فیلم را با این فیلمساز می‌بینیم. چرا اینجا همه ماسک زدن؟ خانم به خاطر این آلودگیه. بی‌وزنی دومین فیلم بلند مهدی فرد قادری است که داستان یک شب عروسی را روایت می‌کند که در آن داماد مراسم را ترک می‌کند و ما با چهار زن قصه همراه می‌شویم. خواهر داماد، همسر، معشوقه و مادر او. روابط این چهار زن وقایع پیچیده فیلم را شکل می‌دهد. منم سرم داره گیج میره. فرد قادری علاقه زیادی به نماهای طولانی از خود نشان داده و فیلم اول او با نام جاودانگی در یک نمای بلند 145 دقیقه‌ای بدون قطع فیلم برداری شده بود. بی‌وزنی هرچند در یک نما اتفاق نمی افتد اما مملو است از نماهای بسیار بلند. خب من توی فیلم اولم جاودانگی در واقع یک فیلم بدون کات ساخته بودم و اینجا هم باز فرم واسه هم مهمتر بود، یعنی اینکه من اول فرم به ذهنم. حالا در انتهای برنامه این هفته گفتگوی مرا با لیراز، خواننده و بازیگر اسرائیلی ایرانی میبینید. لیراز متولد اسرائیل است ولی پدر مادر او از ایران به این کشور مهاجرت کردند. او تا کنون چند آلبوم از ترانه‌هایش را به زبان فارسی منتشر کرده. لیراز در سریال تلویزیونی تهران هم نقش بازی می‌کند. این مجموعه تلویزیونی 8 قسمتی در اسرائیل ساخته شده و اپل تیوی پخش جهانی اون را بر عهده گرفته. خیلی ممنون لیراز که در برنامه ما شرکت می‌کنید. شما هم خواننده هستید، هم هنرپیشه هستید، ولی ترانه‌هایی که می‌خونید به زبان فارسیه. لطفاً به هم بگید که چطور شد که شما به زبان فارسی میخونید؟ سلام، من به فارسی میخونم چون دلم برای ایرانی که نمیشناسم تنگ شده. این زبان والدین فارسیای منی ولی من نمیتونم به ایران برم. به این طور میتونم ریشه هامو پیدا کنم. بسیار خوب، بسیار خوب. شما تا اونجایی که من میدونم پدر و مادر شما ایرانی هستن، درسته؟ آره. ولی شما خودتون در اسرائیل متولد شدید؟ آره، درست. خب بسیار خوب. حالا قبل از اینکه بیشتر در مورد ترانه‌های شما صحبت کنیم، می‌خواستم از نقش شما در سریال تلویزیونی تهران بپرسم. شما چطور شد در این سریال بازی می‌کنید؟ من خواننده و بازیگر هستم. و آنها به قلایسه مرا دعوت کردن تا از سریال تهران برایم تعریف کنم. اینطور به این نقش رسیدم. من خیلی به نقش ارتباط داشتم. آها، بسیار خوب، بسیار خوب. و خب شما گفتید خواننده هستید، هنرپیشه هم هستید. حالا بیشتر خواننده هستید یا هنرپیشه هستید؟ من خواننده و بازیگر هستم. بدون جدایی همیشه قصه گفتم. بنابراین هر دوتا کار با هم انجام میدید. چه مدتیه که آواز میخونید؟ من از وقتی آدم آواز خندم، من 4 رکورد دارم. آلبوم جدیدم زان در 13 نوامبر منتشر میشه. بسیار خوب، بسیار. پس مدتیه دارید آواز میخونید. حالا میخواستم ببینم، من فقط ترانه های شما رو به زبان فارسی شنیدم. آیا شما به زبان‌های دیگر مثل عبری یا انگلیسی هم می‌خونید؟
من در سالهای اخیر فقط به فارسی آواز میخونم. به فارسی. حالا حالا شما در اسرائیل زندگی میکنید، الان هم دارید از تل آویو با ما صحبت میکنید. آیا مردم اسرائیل موسیقی ایرانی، موسیقی به زبان فارسی رو دوست دارند؟ ما موسیقی جهانی رو واقعا دوست داریم و موسیقی ایرانی رو هم خیلی دوست داریم. دوست دارید؟ خب بسیار خوب، ما خوشحالیم که شما موسیقی ایرانی رو دوست دارید. حالا به من بگید که بسیار خوب، من میدونم خیلی از ایرانی ها مهاجرت کردند به اسرائیل، از ایران اومدن در اسرائیل زندگی میکنند. الان وضعیت ایرانی ها در اسرائیل چطوریه؟ ایران و اسرائیل متاسفانه در صلح زندگی نمی کنن. اما ما مردم و جهان یک دیگر دوست داریم، خیلی دوست داریم. این رکورد من با هنرمندان ایرانی از ایران نوشته شده، این آرزوی من بود. بسیار خوب. حالا آخرین آلبومی که از شما منتشر شد فکر کنم اسمش هست اینجا. اینجا، بله. ما میخواییم اینجا رو، همین ترانه اینجای شما رو برای بینندگان این برنامه پخش کنیم. شما لطفاً به هم بگید که این ترانه اینجا درباره چی هست؟ آهنگ اینجا از شرایط دوستی به سختی زندگی میگوید و همیشه دوستی و عشق برنده است. خیلی برای من فارسی بزنم. ولی خیلی قشنگ صحبت کردی. خیلی ممنونم از شما لیراز که در برنامه ما شرکت کردی. سلام به همه دوستان عزیزم در ایران، اسرائیل و جهان. مرسی. حالا در آخر برنامه ترانه اینجا با اجرای لیراز را برای شما پخش میکنیم. در ضمن با برنامه ما میتوانید با این ایمیل مستقیماً تماس بگیرید: sabashow@volantmedia.net. تا هفته بعد خوب و خوش باشید.